الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و صحت و سر و حال باشین و روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان با صحت و با عافیت و با اجر و ثواب بی حد زیاد از جانب الله رب العزت سپری بکنین و پروردگار عالم تعطا و عبادتهای ما شما را در این لحظات پربرکت قبول و مقبول دربار خود بگردانه. و سلسله درسای رمضانی و یا آن چیزی که در رابطه با روزه و احکامش می خواهیم بیان بکنیم که اقلا یک مکلفیت انسان مؤمن و مسلمان که در رابطه با فراگیری علم توانسته باشیم که انشاءالله و تعالی ادا بکنیم، یکی هم در حقیقت بینندگان محترم فهم درست در رابطه با مسئله روزه و احکامش و یکی رمضان چی می باشه و ما در رمضان چی مکلفیت ها داریم. پس به همین خاطری برنامه ها را انشاءالله و تعالی ما خدمتتان ارائه می کنیم که تا اقلا توانسته باشیم که مسئولیت خدا در رابطه با فرا گرفتن آن چیزی که علم شرعی می باشه ادا کرده باشیم. شک نیست بینندگان محترم که در برنامه های گذاشته در رابطه با فضیلت و برتریت ماه مبارک رمضان و یک ماه مبارک رمضان چه قسم ثابت میشه و چرا این ماه به سایر ماها فضیلت و برتریت پیدا کرد صحبت مفصل کردیم و این را هم بیان کردیم که یکی از فضیلت ها و برتریت های ماه مبارک رمضان که در قرآن مجید برای ما و شما ذکر شده، یکی هم فرضیت روزه در این ماه می باشه. پس به این خاطر است که انشاءالله و تعالی در این حلقه و حلقات آینده انشاءالله و تعالی کوشش میکنه که تا در رابطه با این روزه عبادت الهی و رکن اساسی از ارکان اسلام صحبت های مفصل داشته باشیم که تا در رابطه با برخی آن احکامی که روزه از ما و شما تقاضا میکنه بتانیم کلا در ایام مبارکه ماه مبارک رمضان انجام بدیم. شکلیز بینندگان محترم که روزه که در زبان عربی به نام صوم و یا صیام هم مسمی میشه، هر زمانی که ما یک کلمه را در زبان عربی ترجمه میکنیم خود کلمه صوم و یا صیام به معنای ترک کردن معنا میده و منع کردن معنا میده و یک چیز را توقف دادن و یا یکی یک چیز را حبس کردن و بندی کردن، یعنی هر آن چیزی که در معنای منع و توقف و حبس و در بند انداختن باشه کلمه صوم او را در بر میگیره. اما زمانی که ما کلمه صوم و یا صیام در اصطلاح فقها من حیث عبادت شرعی تعریف میکنیم، شک نیست که در تعریف لغوی و اصطلاحی حتما یک ارتباط وجود می داشته باشه، و جهت از اینکه بدون ارتباط بین هر دو معنا ما هیچ وقت نمی تانیم که کلمات از اهل لغت گرفته و بدل خود او را تفسیر بکنیم. پس به این جهت زمانی که ما به نزد فقهای کرام در رابطه با تعریف صوم و یا روزه مراجعه می کنیم، بینندگان محترم فقهای کرام برای ما می فرمایند که روزه هم در حقیقت بند کردن نفس و یا خودداری کردن و جلوگیری کردن از خوردن و نوشیدن و تقاضاهای جنسی انسان از طلوع فجر تا به غروب آفتاب به نیت روزه. پس هر زمانی که ما به این تعریف فقها نظر اندازی میکنیم شک نیست که فقهای کرام تماما آن چیزی که یک روزه دار در روزه خود باید متوجه باشه و ارکان اساسی روزه رو برای ما شما بیان میکنن که در حقیقت ما عدم خوردن و نوشیدن میباشه و عدم انجام دادن امورات جنسی میباشه از وقت و زمانی که فجر طلوع میکنه و یا صبح صادق ثابت میشه تا به وقتی که آفتاب غروب میکنه. انسان باید که از این چیزها خودداری بکنه و این چیزها را انجام نده. و شرط اساسی که در این تعریف فقهای کرام برای ما بیان میکنن یک چیز دیگر هم میگن که به نیت روزه میگن،
یعنی به این معنی که اگر انسان اگر ما در یک اتاق انداختیمش و دروازه را سرش قایم کردیم از طرف شب و بالاخره طلوع فجر شد، پیشین شد، صبح شد، دیگر شد، هیچ چیز برای از آدم ندادیم و این اتاق هیچ چیز نخورد و بالاخره شام شد و خفتن شد و ما بر از این نان دادیم، و شک نیست که یه هم از خوردن و نوشیدن اسلام منع شدگیست، ولیکن چون نیت روزه را نداشته هیچ وقتی نمیگیم که روزه دار بوده. پس عدم خوردن و نوشیدن ما از یک وقت معین تا به یک وقت معین بینندگان محترم این زمان من حیث یک عبادت شمرده میشه، البته عبادت روزه که ما نیت نظمی عبادت کرده باشیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با اهمیت نیت در اعمال و عبادات ما و شما حدیث متبرکی خدا می فرمایند که عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده و گوش اکثریت ما و شما با این حدیث آشنا هست که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. دار و مدار عمل انسان، اعتبار عمل انسان ارتباط مستقیم با نیتش داره و برای هر انسان مطابق نیتش معامله میشه. استنباط را که علمای حدیث از این حدیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنند، اونا برای ما میگن که یکی از فواید نیت در انسان حکی هممی است که انسان از آن چیزی که عادت است و از آن چیزی که عبادت است باید تفکیک شود. و حتی در عبادت ها هم ما شما مراتب مختلف داریم که انشاءالله تعالی در رابطه با روزه هم صحبت میکنیم. پس امی مراتب مختلفی که در روزه هست و تفکیک از این توسط نیت صورت میگیره و امی برخی کسایی که عادت ندارن که از طرف روز نان بخورن از طرف شب نان بخورن، پس تفکیک از این هم من حیث یک عادت عبادت این امی نیت بر ما بیان میکنه. پس هدف ایز بینندگان محترم که اعتبار عمل انسان به نزد پروردگار عالم اعمال ظاهری و حرکات و سکنات ظاهریش نمیباشه، بلکه اعتبار عمل انسان به نزد الله امون نیت قلبیش می باشه. پس هر زمانی که ما از خوردن و نوشیدن به نیت روزه و به نیت عبادات و به نیت تقرب به الله جل جلو و به نیت اجر و ثواب و به نیت انجام دادن یک رکن از ارکان اسلام، هر زمانی که به این نیت ما از خوردن نوشیدن و از امورات جنسی از وقت معینی که طلوع فجر است خودداری میکنیم تا به وقتی که غروب آفتاب میباشه، پس این همی را به نام روزه یاد میکنن. شک نیست بینندگان محترم زمانی که ما به زبان دری خود این را به نام روزه یاد میکنیم و کلمه روزه منصوب به طرف روز است و این هم روزه به این خاطر میگن که چون از طرف روز ما از خوردن نوشیدن خودداری میکنیم، پس به این خاطر این منصوب به روزه شده. و اگر نه روزه در زبان عربی به نام صوم و صیام یاد میشه و ما تعریف از او را به زبان عربی کردیم و این که ما اصطلاح دری خود در رابطه با یه عبادت داریم، پس این اصطلاح دری ما در رابطه با احکام فقهی کدام اعتبار نمی داشته باشن. روزه بینندگان محترم همه ما شما الحمدلله می دانید که رکن سوم از ارکان اساسی اسلام است و رکن بودن از این و فضیلت از این هم در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان آیات قرآن مجید را برای ما شما بیان کرده، قسمی که آیات در درس های گذشته هم ما در رابطه رو با روزه خواندیم که زمانی که الله رب العزت برای ما شما در رابطه با ماه مبارک رمضان و فضیلت ماه مبارک رمضان برای ما شما خبر میده و بعد از او برای ما شما میفرمه که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این کلمه فلیصمه صیغه امر است، پس هر کسی که رمضان مبارک دریافت پس حتما او را روزه بگیره، صوم خود در اونجا چیکنه انجام بده. فقهای کرام از این آیه متبرکه فرضیت صوم یا رکن بودن از ارکان اسلام برای ما شما ثابت می سازم و به عین شکل زمانی که ما در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه می کنیم و زمانی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از اسلام پرسیده می شن که اسلام یعنی چی و اسلام چی معنا و مفهوم را ارائه می کند، پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث خود برای ما شما امو ارکان اساسی اسلام بیان میکنند که الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله
و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا. اسلام در حقیقت کلمه شهادت است، برپا داشتن نماز است، دادن زکات است و گرفتن روزه ماه مبارک رمضان و حج کردن در صورت که انسان استطاعت داشته باشد. پس زمانی که ما پنج بنای مسلمانی را بیان میکنیم، شک نیست که روزه هم یکی از این بناهای اسلام است و ارکان اساسی اسلام شمرده میشه. و به این شکل بینندگان محترم، شک نیست که روزه من حیث عبادت الله رب العزت، من حیث یک رکن اساسی از ارکان اسلام در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میباشه. و عین شکل روزه در امت های گذشته هم من حیث یک عبادت بود و اونا هم در رابطه با روزه مکلفیت هایی داشتند. و این ما از خلال آیات قرآن مجید و از خلال احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت میکنیم که در همه امت های گذشته همین قسمی که نماز بوده، همین قسمی که قربانی بوده، همین قسمی که زکات بوده، به عین شکل روزه هم من حیث یک عبادت بالای از امت ها فرض و واجب بوده، منتها با این تفاوته که در رابطه با احکام، در رابطه با شروطش، در رابطه با انجام دادنش، در رابطه با وقتش، هر امت و هر شریعت و هر رسالت سماوی از رسالت های سماوی دیگه تفاوت داشته. پس به این خاطر زمانی که ما روزه که ما میگیریم و به شکلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حیث آخرین شریعت و رسالت سماوی برای ما بیان میکنه و در امت های گذشته میریم، به طور مثال در امت موسی علیه السلام میریم، در امت عیسی علیه السلام میریم، میبینیم که شرایط و احکام روزه من حیث عبادت به آن چیزی که شرایط و احکام روزه در شریعت و رسالت سماوی پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم ثابت شده از هم دیگر فرق داره. ولی که روزه من حیث یک اصل، من حیث یک عبادت در تمام امت های گذشته وجود داشته و از این حقیقت الله جل جلاله در قرآن مجید ما شما را آگاه می سازد. و زمانی که ما شما را مکلف به گرفتن روزه و انجام دادن از این فریضه و عبادت میکنه، الله رب العزت می فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایان کسانی که ایمان آوردین، روزه بالای شما فرض گردانیده شده. یعنی به این معنی کلمه کتبه معنی فرض و نامیده، روزه بالای شما فرض گردانیده شده. پس مادام که روزه بالای ما فرض است، پس الله رب العزت می فرماید که روزه تنها بالای شما فرض نیست ای امت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، بلکه روزه بالای امت های گذشته هم فرض و واجب گردیده بود. کما کتب علی الذین من قبلکم، ماننده که فرض گردانیده شده بود بالای امتهایی که قبل از شما بود. پس به این اساس بینندگان محترم، زمانی که ما در عبادت روزه نظر اندازی میکنیم، فرضیت روزه و روزه من حیث یک رکن از ارکان اسلام و یک روزه ماه مبارک رمضان بالای مسلمان ها فرض گردانیده شد، این در ابتدای بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نبوده و نه در عهد و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بودند. یعنی به این معنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه 13 سال حیات و زندگی خود سپری کردند بعد از بعثت، تا به این وقت روزه بالای مسلمان ها فرض نگردیده بود، بلکه فرضیت روزه بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هجرت میکنند در سال دوم هجری، یعنی 1.5 سال بعد از هجرت پیغمبر در مدینه منوره، روزه ماه مبارک رمضان بالای مسلمان ها فرض میگرده. ولی که سوال اینجا پیدا میشه که خب زمانی که روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری بالای مسلمان ها فرض میگرده، یعنی در 13 سالی که پیغمبر در مکه مکرمه بود دیگه روزه نمیگرفت؟ نبینندگان محترم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه روزه می گرفتند و در ابتدای که در مدینه منوره آمدن روزه می گرفتند، منتها روزه که مطابق شریعت و احکام امت های گذشته بود، امت موسی علیه السلام، امت عیسی علیه السلام و امت ابراهیم علیه السلام، کل از اینها روزه بالای از اینها هم فرض و واجب بود. و به منوال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم قبل از اینکه هجرت بکنند در مکه مکرمه روزه را می گرفتن. و روزه که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت در وقت بعثتشان در مکه مکرمه بر ما بیان شده که هم گرفتن اینمی روزه عاشورا می باشن، روزه دهم ماه محرم الحرام، و جهت از اینکه چون این روزه روزه است که از عهد و زمان موسی علیه السلام مانده و شکل نیست که در مدینه در مکه مکرمه و یا در مدینه منوره
کسانی بودند که از آن چیزی که از موسی علیه السلام از شریعتشان و از رسالتشان مانده بود پیروی میکردند. پس نظر به ما پیروی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این روزها را روزه میگرفتند. اما زمانی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هجرت کردند و دریافتند که روزهایی را که پیغمبر در مکه مکرمه روزه میگرفتند این یهودی ها هم روزه میگیرند، و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافتند که یهودی ها با پیروی از موسی علیه السلام که روز عاشورا که مصادف به روز دهم محرم الحرام است را روزه میگیرند، به جهت از اینکه الله رب العزت در این روز فرعون غرق میکنه و بنی اسرائیل و موسی علیه السلام نجات میده، پس موسی علیه السلام به خاطر شکرگانگی پروردگار عالم اینمی روز روزه میگیره. پس زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای که در مدینه منوره هجرت کردند دریافتند که یهودی ها همیرا با پیروی از موسی علیه السلام روزه میگیرند، پس این روزه را بالای مسلمان ها واجب گردانید. و اندازه که در روایات برای ما میایه که زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافتند که روزه عاشورا را یهودی ها روزه میگیرند، نفرات فرستادند و گفتند که در کوچه های مدینه منوره بره و در کوچه ها به آواز بلند صدا بکنه کسانی که امروز روزه گرفتن و یا چیز نخوردن روزه بگیرن، و کسایی که روزه گرفتن به روزه خود ادامه بدن، و حتی کسایی اگر هم چیز خوردن به احترام از این روز این روزه چی نکنند تا به وقت مغرب چیز نخورند. و اصحاب کرام برای ما شما روایت میکنند که حتی اونا اطفال خود در این روزها بالایشان روزه میگرفت، یعنی هدف مییز قبل از فرضیت روزه ماه مبارک رمضان اونا روزه میگرفتند. و حتی برای ما میگن که زمانی که طفل ها گرسنه میشدند پس با اونا ما ساتری میکردیم و ساتشان تیر میکردیم تا به وقتی که وقت مغرب شد. پس به این اساس بینندگان محترم روزه ماه مبارک رمضان من حیث رکن اساسی از ارکان اسلام در سال دوم هجری برای مسلمان ها فرض گردانیده شد، و بعد از اینکه روزه برای مسلمان ها فرض گردانیده شد وجوب روزه عاشورا از وجوبش تنازل کرد و به مو حالت سنتش باقی ماند. و بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که حالا اگر کسی عاشورا رو روزه میگیره بگیره، اگر کسی نمیگیره بالایش واجب نمی باشد. پس به این اساس بینندگان محترم برای ما شما معلوم شد که روزه از جمله اصول اساسی عبادت الله رب العزت است که نه تنها که در رسالت سماوی پیغمبر آخر زمان، بلکه در تمام در رسالت های سماوی ما شما را دریافت میکنیم. آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این گواه می باشند. در آیات که صراحتا برش شما بیان کردم که آیه یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای در رابطه با این امر صراحت داره. و همچنان زمانی که ما شما در عهد و زمان زکریا علیه السلام مراجعه میکنیم و در رابطه با مریم علیه السلام که مادر عیسی علیه السلام می باشند از واقعشان آگاهی داریم، و در اونجا هم مسئله صیام و مسئله روزه در اونجا مطرح میشه. یعنی به عبارت زبانه که مریم علیه السلام عیسی علیه السلام بدون پدر با قدرت کامله پروردگار الان به دنیا میانند، و شک نیست که اونا از این مسئله خوف داشتند. اگر چرا هر کس این برداشت و درک کرده نمیتونست که چه قسم یک دختر جوانی که ازدواج نکرده بالاخره یک طفل در آغوشش میباشد. پس به خاطر بود که الله رب العزت برای مریم علیه السلام وحی کردند که تو از دری بارا غم نخو، و تو زمانی که مردم هم میبینی برای مردم بگی که ما امروز خاص از برای الله جل جلاله روزه گرفتیم. قسمی که در آیه کریمه برای ما شما الله رب العزت میفرمایه که اینی نظرت للرحمن صوما، من امروز خاص از برای الله روزه را چی کردیم؟ نظر کردیم. پس خود دلالت به این میکنه که در اون وقت زبان هم روزه بود، منتها با این تفاوته که آن چیزی که آیت در اینجا دلالت میکنه برای ما در روزه از اونها نه تنها که خودداری کردن از خوردن و نوشیدن بود بینندگان محترم، از جمله احکامش عدم گپ زدن هم بود. پس هدف گرفتن روزه مریم علیه السلام بعد از ولادت عیسی علیه السلام به این است که من امروز روزه دارم و دیگه امرای هیچ کس گپ نمیزنم. فلن اکلم الیوم انسیا، من امرای هیچ انسان امروز گپ نمیزنم، به جهت از اینکه من روزه دارم. پس که روزه داری پس به این است که با اشاره به طرف عیسی علیه السلام اشاره میکنه، و بعد از او الله جل جلاله قدرت کامل خدا نشان میده. و به این شکل بینندگان محترم زمانی که ما در عهد زبان موسی علیه السلام مراجعه میکنیم، و قسمی که در رابطه با حدیث عاشورا هم براتون بیان کردم که موسی علیه السلام هم روزه میگرفتن روزه عاشورا را، و این هم جمله عبادات بود که در اونجا وجود داشت. و به این شکل بینندگان محترم در عهد زمان داوود علیه السلام
زمان که ما شما مراجعه میکنیم، یکی از روزه های سنتی که در رسالت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما شما باقی گذاشته شده، یکی هم روزه داوود علیه السلام است. و انشاءالله تعالی زمان که ما در رابطه با مراتب روزه و روزه های سنت انشاءالله تعالی صحبت مفصل میکنیم، این باز خود بیان کنیم که یکی از بهترین روزه های سنت که انسان روزه بگیره، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که روزه داوود علیه السلام است. و او چه قسم روزه هست که داوود علیه السلام یک روز روزه میگرفتن و یک روز نمیگرفتن، یک روز میگرفتن و یک روز نمیگرفتن، و این بهترین روزه هست که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما شما بیان کرده. پس این که چرا روزه من حیث عبادت در تمام رسالت های سماوی وجود داشته، به جهت از یک بینندگان محترم متوجه باشین که روزه بهترین وسیله تربیه و پرورش نفس انسان می باشه و یکی از مهمترین اهداف وجود انسان در این دنیا. بینندگان محترم متوجه باشین که تربیه و پرورش نفس ما هست، چون زمانی که الله رب العزت کامیابی و فوز ما و شما را در آخرت و یا خدای نکده بربادی و ناکامی و ما و شما را در آخرت برای ما شما بیان میکنه، متوجه باشین که ارتباط مستقیم با تربیه و پرورش نفس و یا هم غافل شدن از تربیه و پرورش نفس برای ما شما، الله جل جلاله ارشاد و راهنمایی میکنه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. با یقین کامیاب شد هر آن کسی که نفس خود پرورش کرد، و با یقین ناکام شد، برباد شد هر کسی که نفس خود پامال کرد. پس چون روزه یکی از بهترین وسایل تربیه و پرورش نفس انسان می باشه بینندگان محترم، و می جهت است که هر انسانی که در روی زمین از عهد زمان آدم علیه السلام آمده تا به وقت آخرین انسانی که در روی از این دنیا می باشه و او مکلفیت در رابطه با تربیه و پرورش از این نفس داره، پس به می جهت است که روزه من حیث یک اصل عبادت در تمام امت های گذشته وجود داشته. و گذشته از بینندگان محترم، چیزی که الله جل جلاله صراحتا در رابطه با حکمت و در رابطه با حکمت فرضیت روزه در قرآن مجید برای ما شما بیان میکنه، لعلکم تتقون است، یعنی به این معنی که اینمی فرضیت روزه بالای شما ای امت پیغمبر و بالای امت های گذشته، فقط و فقط به خاطر حصول تقوا و پرهیزگاری بوده. و یه هم شکل است که یکی از مکلفیت های هر انسان است که تا با یه عباداتی که انجام میده امو حصول تقوا و پرهیزگاری در انسان ایجاد شود، به جهت از اینکه همه ما شما میفهمیم که مرتبت انسان و منزلت انسان و قدر و سرفرازی انسان و یا کرامت انسانی به نزد الله جل جلاله در حصول تقوا و در معیار تقوای انسان است. پس هر قدر که تقوای انسان بلند رفته بره، به ما اندازه مرتبت و درجه انسان به نزد الله جل جلاله بلند رفته بره. پس چون یکی از وسایل که اینمی تقوا را در ما ایجاد میکنه، اینمی به اسلام و شما را به نزد الله جل جلاله قدر و منزلت میده، یکی هم چون تقوا هست، و این تقوا توسط چی حاصل میشه؟ توسط روزه حاصل میشه. پس به می خاطر بود که روزه در تمام امتهای گذشته هم من حیث یک اصل عبادت بود و در امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این وجود داره. پس الله جل جلاله همه ما شما را توفیق نصیب فرمایه که انشاءالله و تعالی این رکن اساسی از ارکان اسلام که در این ایام مبارکه ای ماه مبارک رمضان بالای ما شما فرض گردانیده شده و هدف اساسی از او بینندگان محترم تربیه و پرورش نفس ما هست که تا نفس ما این زمین انگیزه ها و تمایلات و زشت و بد خود یک کمک کنی و اصلا از سرکشی خود باز بانه و با این روزه ما شما بتانیم که تقوا و پرهیزگاری را حاصل کرده و با تقوا و پرهیزگاری بتانیم که در این دنیا از منهیات خودداری بکنیم و با این تقوا بتانیم که در آخرت از آتش جهنم خودداری بکنیم. پس الله رب العزت همه ما شما را توفیق نصیب فرمایه که تا در رابطه با این روزهای خود انشاءالله و تعالی سعی و تلاش و کوشش بکنیم که مطابق احکام دین و مطابق آن چیزی که شریعت اسلام گفته ما شما او را بگیریم که تا هدف اساسی هم انشاءالله و تعالی برآورده شود. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرمایه. بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.